جلادان این مجاهدان را با سیم‌های خاردار و بین مکانیکی بولدوزر به شهادت می‌رسانند و همان شب به گورستان دارالرحمه شیراز برده و در چاله‌هایی که از پیش کنده بودند دفن می‌کنند. کارگر غسالخانه گورستان که اون شب بالای سر شهدا حضور داشت از خاطرات تلخ اون شب تعریف می‌کرد. می گفت وقتی یکی از دختران مجاهد رو داخل قبر گذاشتند به هوش اومد. ظاهراً سیم خاردار که به گردنش پیچیده بودن کارگر نیفتاده و فقط خفگی موقت ایجاد کرده بود. وقتی به هوش اومد بلند شد که فرار کنه، ولی پاسدارها اون رو مجدداً دستگیر کردن. سردسته اونها گفت از اونجایی که این اطراف محلهای مسکونیه صدای تیر باعث ازدحام میشه، از این رو سوارش کردن و به بیابونهای اطراف بردن و بعد از زدن تیر خلاص جنازش رو برگردوندند و در گودال انداختند. من نمیگویم خدا گوید ستم، عاقبت پایان پذیرد بیش و کم. هیچ جباری نماند بی سزا، نیست ظالم فارغ از حکم خدا. گر خمینی تشنه خونخواری است، گو بکش پایان کارش خاری است. خشم خلق و شعله خشم خدای، عاقبت باشد پی جانش برای. آنچنان در زیر پایش افکند که تمام استخوانش بشکند.